درود فراوان پوران پور هستم مشاور بالینی و این بخشی دیگر از برنامه بهداشت روان هستش که از طرف آریا تیوی این وقت رو به من دادم و سپاسگزار هستم و بیشتر میخوایم در مورد قدرتمندی فکر صحبت کنیم شما هم جز عزیزانی هستید که مثل خیلی از ماها هر لحظه فکر میکنید ای با کلیدم رو اینجا گذاشتم وسایلم فراموش کردم تلفنمو رو کجا گذاشتم و هر لحظه دنبال چیزی میگردین و حس میکنین که یه جوری فراموشکاری بهتون دست داده فکر کنین برنامه براتون جالب باشه چون که ما وقتی فکرمون درگیر هستش ذهنمون درگیر هستش روانمون درگیر هستش میریم به طرف این که تمرکز روی مسائلی که لازم داریم داشته باشیم نداشته باشیم و وقتی که تمرکز و حافظمون رو در حقیقت یه جوری از دست میدیم وقت نگران میشیم استراب میگیریم حس بد میگیریم که ای وای من دارم فراموشی میگیرم و حالا چی کار بکنم من میخوام بگم که ما نیاز داریم بیشتر رو بذاریم فکرمون و ذهن آگاهمون کجا هستش چون که فراموشکاری های موقتی یه خیلی مواقع به این ربط داره که ما ذهنمون رو دادیم به دست یک جریان اتوماتیکی که از دست ما خارج شده ولی ما میتونیم این رو پس بگیریم ذهن ما چی هستش در حقیقت افکار ما هستش تصاویر ذهنی که از شرایطمون داریم مثلا اگر در خانواده اختلافاتی وجود داره با فرزندمون نمیدونیم چیکار بکنیم معمولا اختلاف بر سر استفاده از اینترنت اینه اونه با همسر مشکل داریم با دلخوری داریم از دست کسایی از نمیدونم با از خانواده دوریم شرایط مهاجرت داریم کار پیدا نمی کنیم اینها در هر صد فکرمون به احتمال زیاد صدها جا داره میره در هر لحظه و ما تو آن واحد اونجایی که باید باشیم نیستیم یعنی الان تو اون شرایط که الان هستیم انگار که اونجا نیستیم. در نتیجه میخوام که ذره بیشتر نگاه بکنیم که فکرمون کجاست تا بتونیم فکرمون رو تو دست بگیریم، ذهنمون رو برگردیم تو این بدنمون، تو این فیزیک بدن و تو این مغزمون و ازش استفاده بکنیم. که خب بله شرایط دیمنشیا یا پیری زودرس از همین جا شروع میشه که استراب، افسردگی و افسردگی های طولانی مدت دیگران میدونیم که مغز در حقیقت به طرف کوچیک شدن یا آب رفتن میکنه اینا نشون داده شده توی تحقیقات عصب شناسی به خصوص مغز پشت پیشانی ما نشون داده که شرینک میکنه یا آب میره چیکار کنیم که آب نره چیکار کنیم که مغزمون رو تو دستمون بگیریم هر لحظه هر جا که هستین نگاه بکنین دور اطرافتون با کلام تشریح بکنین که چی داره میگذره وقتی که یه جایی میخواین برین یادتون باشه چه کلیدی تو دست دارین کیفتون رو چه جوری برداشتین تو کیفتون چه چیزهایی هستش تو ماشین چه وسایل هستش که احتمالا به درد میخوره نمیخوره و ذهن آگاه رو استفاده بکنین برای اینکه تو اون لحظه با خودتون باشین و بتونین تصمیم بگیرین رو شرایطی که دارین چگونه انجام بدین کارهاتون رو ذهن آگاه ما چه هستش ذهن آگاه ما معمولا خیلی لیمیتد هستش یا اینکه محدوده و خیلی سخته که بیایم به طرف ذهن آگاه چون که چرا مغز ما تفاوت گذشته و حال رو نمیدونه و ما معمولا مغزمون توی گذشته و خیلی مواقع توی قسمت ناخداگاه مغزمون گیر میکنیم اونجاهایی که یه اتفاقای افتاده شرایطی شده و ازش هنوز بیرون نیومدیم در نتیجه میخوایم چیکار بکنیم به خودمون کمک بکنیم فکرمون قدرتمندتر بشه خب وقتی که می حرف از های موقتی میزنیم و ذهن درگیر میزنیم چه کار باید بکنیم مسلم که شرکت کردن تو جلسات مدیتیشن، یوگا و حتی دعا کردن بسیار کمک میکنه میخوایم که این رو اول تشخیص بدیم که چی داره میگذره و علائمی رو که ما میبینیم چی هستش اگر حرف از ذهن درگیر میزنیم یکی از علامتاش این هستش که هر لحظه ما از یه شاخه به یه شاخه میپریم نمیدونیم چی کار داریم میکنیم یه کاری رو شروع میکنیم یه کاری رو نیمه تموم میذاریم تصمیم نمیتونیم بکنیم حس بد داریم نسبت به خودم هی از وجدان داریم که ای وای من این رو نکردم حس گناه میکنیم و با هزار و یک مسئله داریم در عین حال چیکار میکنیم دست پنجه نرم میکنیم خب یه جورایی انگار که انضباط مغز از دست رفته تو اون شرایط یعنی چی انضباط مغز یعنی اینکه بتونه تشخیص بده هر کاری تو کدوم شرایط تو کدوم مقطع انجام بشه یه خورده به خودتون وقت بدین و به مغزتون این وقت رو بدین به این زمان رو بدین که بتونه آرامش داشته باشه. یه مقدار تنفس تنفس عمیق تنفس عمیق چشماتون رو ببندین نگاه کنید در زمان حال چه چیزهایی چه کارهایی رو باید انجام بدین که الان مهمترین هستش چه کارهای قسمت دوم میتونین انجام بدین یعنی میتونه تو مرحله بندی بکنیم مرحله یک دو سه ده هر چی که هستش و چه کار بکنیم که حس خوبی داشته باشیم ببینین یه خورده این هم هستش که افکار ما معمولا کجا گیر میکنه اینکه ما یا میخوایم کمالگرا باشیم میخوایم همه کار به بهترین وجه انجام بدیم یا اینکه افکارمون میره به طرف انتقاد زیادی از خود و اینکه خودمون رو مقصر شناختن اونجا که ارتباط با زمان حال رو از دست میدیم و ذهن درگیر میشه و همین فراموشی های کوتاه مدت از دست دادن زمان و از شاخه به شاخه پریدن این شاخه به شاخه پریدن رو یه خورده میبریم به طرف اینکه گاهی مسائل پیش فعالی یا attention hyper deficit disorder این یک بیماری است که حالا یک اختلالی است هم در کودکان وجود داره هم نوجوانان اون که ما هر لحظه آروم و قرار نداریم از یه جای به جای دیگه میپریم و تو این افراد خیلی دیده میشه که ذهن بیشتر درگیر هستش و نمیتونن تصمیم گیری بکنن نمیتونن برنامه‌ریزی بکنن پس وقت از وقتی صحبت از قدرت بندی فکر میزنیم اینه که یک بدونیم چی داره میگذره دو بتونیم تشریح کنیم چی نیاز هستش و سه بتونیم فایل بندی بکنیم قسمت بندی بکنیم چه کاری رو که چجوری انجام بدیم و بعد بتونیم این رو درک بکنیم از که ما همه کارهامون نباید به بهترین وجه باشه ما انسانیم میتونیم خطا کنیم اشکالی نداره از خطاهامون میتونیم درس بگیریم و این خیلی خوبه و با خودمون مهربانتر باشیم کلام خوبتر استفاده بکنیم کلام سالم استفاده بکنیم و دست از این خود انتقادگری و خود تخریبی برداریم به خاطر مسائلی که ما رو اذیت میکنه پس قدرتمندی فکر تو دست خودمون هستش و میتونیم انجامش بدیم موفق باشیم